بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید، به همه شما عزیزان سلام میکنم. من شیرین شمس هستم و این برنامه پخش مستقیم 30 دقیقه هست که به همراه همکارانم در هشتمین روز اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. امروز پنجشنبه 14 دی 96 هست و ما همزمان با اعتراضات سراسری در شهرهای ایران این برنامه رو تهیه میکنیم و میخواییم ببینیم که نقش مردم در این اعتراضات چی هست و در واقع جنبش سرنگونی و موقعیت جمهوری اسلامی به چه صورت هست. در این برنامه سوالات متعددی رو حول همین محور از مهمان برنامه اصغر کریمی، رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران خواهیم پرسید. شما عزیزان هم در خلال برنامه میتونید از طریق راه‌های تماس که در پایین اسکرین میبینید نظراتتون و یا سوالاتتون، اخبار و گزارشاتتون رو برای ما ارسال بکنید. یک گزارش کوتاه تصویری از اعتراضات مردم در روزهای گذشته می‌بینیم. برمیگردیم در استودیوی پخش مستقیم با اصغر کریمی برنامه رو ادامه خواهیم داد. بسیار عالی، سلام میکنم به شما اصغر کریمی. خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متشکرم و خوشحالم که این بار حضوری در خدمتتون هستم. بله، برای ما هم خیلی خوشحال کننده هست که در این روزها بتونیم حضوری در کنار هم، در کنار اعتراضات مردم باشیم و بتونیم هم پوشش خبری داشته باشیم و هم بررسی بکنیم. اگر موافق باشید بریم سراغ اوضاع احوال حکومت جمهوری اسلامی و ببینیم که موقعیتش در واقع به چه صورت هست و با همین سوال بحث رو باز بکنیم. ما از مدت‌های بسیار قبل در مورد بحران‌های جمهوری اسلامی، بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بن‌بست‌هاش و تنگناهاش صحبت کردیم. حالا می‌خوایم ببینیم که موقعیت حکومت جمهوری اسلامی الان به چه صورته؟ آیا توان مقابله با این اعتراضات رو داره؟ آیا توان سرکوب رو داره و یا اینکه نه نداره؟ اینکه چرا سپاه حالا اونطوری که خیلی ها تصور میکنن اقدامی نکرده؟ آیا قرار کودتا باشه؟ به چه صورت هست این موقعیت کلی جمهوری اسلامی؟ خب موضوع مهمیه و همینجور گفتین ما سالهاست در واقع میگیم جمهوری اسلامی تو یک بحران عمیق اقتصادی است و راه علاجی نداره. بحران سیاسی داره که دعواشون میبینیم راه علاجی نداره. بحران فرهنگی داره، یا در واقع مردم نسل نمیخوان جمهوری اسلامی رو با این فرهنگش، و الان موقعیت بین المللی، همه اینا هم طبعا اضافه شده. من تا بزنم اشاره کنم بعضی از اینا رو یه ذره باز کنم که منظورم چیه. جمهوری اسلامی توی بنبست و در واقع بحران عمیق اقتصادی است و هیچ راه حلی برای خروج از این وضعیت نداره. میبینیم که هر روز داره کارخونه ورشکست میشه یا بسته میشه، دارن اخراج میکنن، بیرون میکنن، به این معنا یه رابطه اقتصادی با جهان بیرون در واقع نتونسته ایجاد بکنه. اینا تسلیم آمریکا شدن و برجام رو رفتن پشتش، فکر میکردن آره میتونن یه دورنمای اقتصادی به مردم بدن با ایجاد یه رابطه تو سطح بین المللی و دستمزدها رو بیارن پایین که سرمایه گذاری رو بتونن تشویق کنن از خارج.
هیچ کدوم از اینا توی این یه سال گذشته، یه سال خورده گذشتم که برجام رو اینا پیش بردن، عملی نشده بود. منتها امروز با شروع اعتراضات دیگه تمام شد کلن مسئله برجام و اینا، در هم پیچیده شد. و سرمایه‌داری اینجوری نیست که میشه توی اقتصاد به اصطلاح خودکفا و در چارچوب ایران هر کار بکنی. اقتصاد دنیا امروز به هم پیچ در هم بافته شده. تکنولوژی جمهوری اسلامی، تکنولوژی توی ایران فوق‌العاده پایینه، راندمان کارش پایینه، این نمیتونه خودش تامین کنه، احتیاج داره به دنیای رابطه سیاسی و معمولی با دولت‌های دیگه، با کشورهای دیگه. و در واقع این یه بنبست عمیقیه و هیچ راه حلی در واقع براش ندارن. یک بنبست تمام عیار هست از نظر اقتصادی، بدنج نمیتونه معضل 12 میلیون بیکار حل کنه، نه معضل چند 12 میلیون حاشیه نشین حل کنه، نه معضل دستمزد رو حل کنه، نه معضل فقری که دامنگیر جامعه شده رو حل بکنه. در نتیجه جامعه خب نمیتونه صبر کنه، بالاخره چند نسل میتونه صبر کنه. از نظر سیاسی الان میبینیم انعکاس نارضایتی مردم، این که مردم نمیخوان، چجوری اینا رو انداخته به جون هم و روز به روز دعواشون شدیدتر میشه. هیچ راهی واسه خروج از این وضعیت ندارن. سال هاست ما گفتیم اینا، این دعواشون تشدید میشه و امروز حقانیت سیاست ها، تحلیل ها و مواضع حزب کمونیست کارگری رو مردم در ابعاد میلیونی دارن میبینن. میگن اون چیزی که حزب کمونیست کارگری سال هاست در واقع میگفت، چه تحلیل عمیق و چه تحلیل هوشمندانه ای بود و چجوری اوضاع رو اینا دقیقا دیدن و دارن بررسی میکنن. 18 دقیقه در حالی که مردم دارن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای میدن، روحانی رئیس دولت اومده و میخواد صحبت کنه. توی 18 دقیقه صحبتش 15 دقیقش علیه جنای دیگه و اینکه بالاخره مردم از فسادم ناراحتن، مردم از خیلی چیزهای دیگه ناراحتن، از تلویزیونم ناراحتن، یعنی داره جناهای دیگر از قوه قضاییه داره میزنه. یعنی حتی اونجا که میاد به اصطلاح میخواد چنگ و دندون مردم نشون بده در مقابل تظاهرات، بیشترش به جناهای دیگه میزنه. این نشون میده که تا چه حد اینا به خون هم واقعا تشنن و چجوری تو بنبستن و هر کدومشون راه حلای کاملا متفاوتی واسه ادامه حیات و بقا و به اصطلاح ماندگاری جمهوری اسلامی دارن. این گوشه ای از اون بحران سیاسیه که جمهوری اسلامی داره. اختلاس و فساد و بیابرویی که حکومت ایجاد کرده در جامعه به نظر من یه مسئله فوق العاده مهمیه که فقط نیست که بیابرو شدن یا یه مش پول دزدیدن، تو خیلی کشورها اینجوریه، ولی اون تو ابعاد مسئله طوریه که جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی هم حتی به بنبست رسونده. دولت، انواع دولت تو جمهوری اسلامی وجود داره. خامنه ای خودش یه دم و دستگاه و یه بارگاهی با اقتصاد عظیم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران و یه بخشش هم به اصطلاح دولت روحانی، و اینا حریف هم دیگه نمیشن. چند تا دولت تو ایران وجود داره، نمیتونن یک دست بشن به دلیل اختلافات عمیقی که دارن و اینا هر کمشون یه موقعیت اقتصادی، نظامی، امنیتی واسه خودشون ایجاد کردن. و به اضافه اینکه چون از همه باندهای حکومت توی اختلاس و دوزیا شریک هستن، هیچ کدومشون نمیتونه در واقع پرون چهار تا رو بگیره بندازه زندان. خب باید از همه جناح بندازه و از خامنه ای باید شروع کنه تا علم الخدا، تا فرمانده سپاه پاسداران، تا وزرا و خیلی از مقامات و خیلی از نمایندگان مجلس و از جمله امثال مرتضوی ها و فرانک سازمان تامین اجتماعی رو به ورشکستگی کشون. در نتیجه حتی واقعا بعضیشون ممکنه بخوان مشکل حل کنن که دوام بیارن، ولی واقعا نمیتونن، به بنبستی رسیدن. و در سطح بین المللی میبینیم فشارها بیشتر شده به دلیل اینکه تو منطقه با سیاست های جمهوری اسلامی، دولت های اروپایی، دولت آمریکا مشکل دارن. اونجا مشغول جنایت و سرکوب و دامن زدن به اصطلاح کمک به جریانات تروریسته و دخالت های ارتجایی که علیه مردم تو منطقه داره میکنه. و در نتیجه خب از این موقعیت و دارن استفاده میکنن واسه فشار به جمهوری اسلامی. میگن لااقل الان که اعتراض شروع شده ما میتونیم فلجش بکنیم. و طبعا به خاطر اعتراض مردم، موقعی که مردم اعتراض داشتن مماشات میکردن، ولی الان مجبورن همشون بگن اعتراض مردم رو لااقل به رسمیت بشناسن. هرچند هنوز زبونشون ملایم هست، ولی با شروع اعتراض، تازه 8 روز از اعتراض گذشته، میبینیم تمام رسانه‌های دنیا دارن این منعکس میکنن. و به این معنا موقعیت جمهوری اسلامی بدتر شد. اگه 1% خوشبینی عدهشون داشتن که سرمایه گذاری میشه، به نظر من الان دیگه کاملا از بین رفت. موقعیت سیاسیشون بدتر شد، فشار رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، فشار دولت‌ها بیشتر شده. و خیلی اون امیدی که واسه احزاب طرفدار خودش، گروهای تروریست تو منطقه ایجاد کرده بود، به نظر من در هم پاشیده نشه. میدونن چقدر این دولت در مقابل مردم آسیب پذیر هست. و اینا از یه طرف، و اون معضل عمیقی که جامعه نمیخواد، زنان نمیخوان این حکومت رو، مردم حکومت مذهبی نمیخوان، مردم حکومت
پر از اختلاس و دزدی شده نمیخوان، میدونن دیگه اقتصاد نمیتونه معضلات اقتصادی جامعه رو حل بکنه، تمام جامعه در واقع در مقابل حکومت وایسادی، نسل الان و نسل قدیم و نسل بازنشسته ها همشون یک پارچه. قدرت مردم اینه که همه جامعه 99 در واقع متحد علیه جمهوری اسلامی. این معضلات عمیقیه که جمهوری اسلامی در یک بنبست کامل وجود داره، هیچ راه حلی واسه در اومدن از این وضعیت نداره و در نتیجه این قدرت سرکوبش رو محدود میکنه. اینجوری سپاه به میدون نمیاد، خب بیاد به میدون، گلوله و اسلحه به حد کافی دارن، آدم جنایتکارم به حد کافی دارن، میتونن ببندن به رگبار 50,000 رو بکشن، ولی به رحم که نمیادن. اینا هم حکومتی هستند که 50,000 60,000 آدم رو اعدام کردن، شکنجه کردن صدها هزار. این حکومتی که از بی‌رحم‌ترین حکومت‌های دنیاست. اینکه این کار نمیکنه، میدونه بعدش چی؟ این کارو بکنه بعد نمیتونه مشکل آب حل کنه، نه مشکل نون حل کنه، نه مشکل برق حل کنه، نه مشکل بنزین حل کنه، نه مشکل بیکاری حل کنه، هیچ موزلی رو حل نمیکنه. میگه این کارو بکنم، دو ماه دیگه جامعه این بار در ابعاد بسیار وسیع‌تری میریزه بیرون. و به این معنا میخوام بگم محدودیت داره، بنبستای واقعی داره، ترس واقعی داره، بی افق هست، بی آینده است. و تو این وضعیت به نیروی خودش هم نمیتونه زیاد اتکا کنه. بدنه نیرو انتظامی و نمیدونم غیر و غیره به شدت از حکومت ناراضیان. میبینن سران و فرمانده‌هاشون میلیاردر شدن و اونا بدبخت باید در مقابل کارگر و خواهر و برادر خودشون هم گلوله بخوام بزنن و باتون بزنن. این نیرو شکننده است، چون بیابرو شده حکومت. این بیابروی نصیب نیروهای خودش هم میشه. بنابراین به اون نیروها از یه طرف دیگه هم نمیتونه، هم افقی نداره که بخواد سرکوب بکنه، بعدش لااقل موزل اقتصادی میتونه حل کنه. میگه باشه سرکوب کردم، ولی موزل بیکاری به درجه حل کردم، دستمزد حل کردم، آب و برق و نون رو گرون نمیکنم، ولی الان بودجهش خورده به جایی که مجبوره داره میگه آب و گرون میکنم، برق و گرون میکنم، نون و گرون میکنم، بنزین و گرون میکنم. و خب جامعه میریزه بیرون و اعتراض میکنه. و به این معنا میخوام بگم جمهوری اسلامی محدودیتای واقعا جدی داره، ممکنه خیلی جنایت ها بکنن. یه ماه بعد، نه 8 سال دیگه، یک ماه بعد، دو ماه بعد، در ابعاد بسیار وسیع‌تری باز این اعتراضات شروع میشه. ایناست اون تردیدهاشون، ناهماهنگی‌هاشون، به هم ریختگیشون، ترسشون، هم از همدیگه، هم اساساً از مردم. و توی این موقعیت طبعاً راه واسه مردم باز میشه که بریزن بیرون و جلو برن و عقب برن. بله، نکته آخری که شما بهش اشاره کردید در مورد به هم ریختگی سران حکومت جمهوری اسلامی هست. نمونه اخیر سخنرانی خامنه ای که گفته بود حالا من یه حرف هایی دارم که قراره بزنم، یا شما اشاره کردید روحانی اومده صحبت کرده و بخش اعظم صحبتش خطاب به جناح دیگه حکومت بوده، یا اینکه آمار زد و نقیزی که مقامات جمهوری اسلامی از شرکت مردم در این تظاهرات میگن، خب برای یه حکومتی که حتی یه آمار واحد نداره از حضور شرکت کنندگان کاملا نشانه سردرگمی هست. یکی از مقامات میاد میگه 42,000 نفر، یکی از مقامات دیگه میاد میگه 15,000 نفر توی این اعتراضات شرکت کردن. یا اینکه تو صحبت‌هاشون یه عده میگن حق با مردم، یه عده دیگه میان، یه عده دیگه از مقامات میان میگن کار عربستانه، کار آمریکاست، کار دشمنان غربیه و میندازن گردن. یعنی حتی در اعلام موضع برای اینکه این اتفاق برشی هست یک نظر واحد ندارن. و رهبر این حکومت که اینقدر سعی میکرد در ایران و در کل دنیای قدرت بسیار عظیم از خودش نشون بده، نمیتونه حتی جلوی این اعتراضات برای این اعتراضات اعلام موضع بکنه و میگه حالا من یه حرفایی دارم میگم. این به هم ریختگی چقدر میتونه تأثیر بذاره در پیشروی مردم؟ به نظرم اولا در هم ریختگی نمیتونن کارش بکنن و روز روز بدتر میشه و مطلقا نمیتونن، حتی موقعی که در مقابل مردم قرار میگیرن نمیتونن اینو متحد بشن. این نشوندنده عمق بحران، بنبست و بدون راه حل بودن جمهوری اسلامیه. و این خب خیلی جالبه، این اساساً حاصل اعتراض و نارضایتی مردم. در مورد صحبت خامنه ای به نظر جالبه، یه رهبر حکومت این همه دارن شعار مرگ بر خامنه ای میگن و تصاویرشو پاره میکنن و تصاویر خمینی آتش میزنن و میگن آقا برو گم شو فلان و اینجور چیزا. ایشون تازه یه تعداد از خانواده های نمیدونم کشته شده خودشون رو جمع کرده، میگه حرفی دارم بعدن میزنم. حرف معلومه، حرف نمیتونه واقعا بزنه. نشون میده که اعتماد به نفسش نداره، نشون میده که راه حل نداره، نشون میده که اگرم بیاد بگه هیچی نیست، فردا که میبینن 20 شهر دیگه هم شروع میشه، مردم میگن این صحبتت که به درد یه ساعت هم نخورد. شاید ایشون امیدوار بوده که این روزا طرفدارانش و اوباش و نیروهای مزدورش مثلا میاره تو خیابون و قدرت نمایی میکنه، ولی اونم به ضرر خودشون تماشا. اینا قبلا میگفتن حضور میلیونی مردم تهران،
مردم امت مسلمان تهران حضور تو کل کشور گفتن 400 هزار با تصاویر مونتاژ شده. خب چند صد هزار نیرو، معلومه نیرو مسلح خودشون اوباش خودشون حتی نتونستن بیارن تو میدون. و به نظر خود این آمار نشون دهنده مشکلات عظیم جمهوری اسلامی و در واقع بی اعتماد به نفسی بود. خود صحبت به نظرم خامنه ای روحیش رو کسی ببینه نگاه کنه میفهمه که اینا چه مشکل جدی دارن، یا صحبت روحانی یا صحبت جعفری یا صحبت مقاماتی که الان بعد از 39 سال سرکوب و کشتار و هر اعتراض اینا تونستن در واقع سرکوب کردن. حق اعتراض ما واسه مردم به رسمیت میشناسیم، آخه مردم میخندن شیشکی واسه در واقع مقامات حکومت میبندن. به اضافه اینکه فرضاً 15 هزار تو اعتراضات شرکت کردن، یک طوریه که تمام سران حکومت رو انداختن به وحشت، طوریه که هیئت وزیران مرتب جلسه میگیره، طوریه مرتب خامنه ای میگه حرفایی دارن میان، در مقابل 15 هزار که لازم نیست این کار بکنین. ولی چرا 15 هزار؟ فقط تجمع بازنشستگان تو تهران ماه پیش 15 هزار بود. صدها هزار کارگر هر سال در حال اعتصابن، میگن حقمون رو میخوایم. معلمان تو اعتراضن، میگن حقمون رو میخوایم. دانشجوها تو اعتراضن، زنا در ابعاد میلیونی هر روز دارن اعتراض میکنن، معتقدین به مذاهب دیگه به اشکال مختلف دارن اعتراض میکنن، کولبر اعتراض میکنه، دستفروش داره اعتراض میکنه، کدوم بخش جامعه است که اعتراض نمیکنه؟ اینا ده ها میلیونیان در واقع دارن اعتراض میکنن، بخششون اومدن تو خیابون و این بخش مورد حمایت بخش دیگه هستن. اگر مردم با حکومت بودن که در 15 هزار نمیتونستن اصلا راحت اینجور بیان تو خیابون. این مردم روحیه جنگ شجاعانه ای که دارن، اعتماد به نفسی که دارن، کوتاه نیامدن و اینجور دارن تقابل میکنن، حمله میکنن به نمادهای مذهبی و سرکوب حکومت و خامنه ای و امثال اینا، نشون میده که تو خانواده هاشون، تو محله شون، تو مدرسه شون، تو محل کارشون مورد دلگرمی و پشتوانه میلیونی مردم هستن. هر که ساده ترین بسیار نگاهی بکنه به جامعه و روانشناسی مردم و جامعه و انقلابات و مبارزات کشور دیگر بدونه، میدونه وضعیت اینجوریه. میخوام بگم میلیون ها نفر دارن اعتراض میکنن به اشکال مختلف. بله، شما اشاره کردید به همین تظاهراتی که حکومت به راه انداخته توی این چند روزه که فکر کنم از دیروز چهارشنبه 13 دی آغاز شد، یه فراخوانی داده بودن به اینکه بیاین جلوی تظاهرات مردمی حمایت خودتون از جمهوری اسلامی نشون بدید. همونطور که شما هم اشاره کردید، تصاویری که منتشر شده غالبا تصاویر دروغینی هست، مثل اینکه مثلا یک تصویر منتشر شده رود کارون پر از آب، در صورتی که شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که رود کارون الان آب نداره هستن، یا حتی یه تظاهراتی به همین اسم منتشر کردن ولی روی بنر یه تاریخ دیگه ای نوشته شده مال سالهای گذشته. این عملا نشون داد نتونستن درست حتی منتاش حتی نتونستن این تظاهرات ساختگی رو سازماندهی بکنن. یعنی قدرت سازماندهی جمهوری اسلامی حتی برای یه تظاهرات فرمایشی هم اینقدر کاهش پیدا کرده. یا یه نکته که خوب راجبش حرف بزنیم، موجی که از این افرادی که بسیجی هستن به راه افتاده برای آتیش زدن کارت بسیج، آتیش زدن تقدیرنامه های بسیج، که اصلا یک تابوی رو در واقع شکست. حتی بین خود بسیجی ها ما امروز میبینیم تو شبکه های اجتماعی فراخوان میدن به بسیجی ها که تا دیر نشده بیایید به مردم بپیوندید، فردا اگر اتفاقی بیفته شما پاسخگو خواهید بود. این چقدر میتونه به جمهوری اسلامی ضرر بزنه؟ البته این افرادی هستند که سهمی از منافع جمهوری اسلامی ندارن. تو یکی از ویدیوها یکی از بسیجی‌ها وقتی داره تقدیرنامه‌ش رو آتیش میزنه میگه که من جزء بسیج بودم، ولی وقتی دیدم که رده بالاهای بسیج فرقی با داعش ندارن کنار کشیدم. الان که اعتراضات مردم رو دارم میبینم دیگه مخالف حتی بسیج شدم و میگم که هر کی بسیجی هست بیاد و وایسته کنار مردم. این گونه اقدامات و سرعتی که داره این فراخوان‌هایی که بسیجی ها میدن چه تأثیری داره در تضعیف جمهوری اسلامی؟ در تمام کشورها که دولت ها سرکوب میکنن، نیروی سرکوبشون یک معضل جدی رژیمه. زمان شاه خب خیلی از انواع و اقسام نیروهای مسلح رو داشتن و موقعی که انقلاب شروع شد شروع کردن خیلیشون به مردم پیوستن، از نیرو هوایی شروع شد، از بخشای دیگه. خیلی جاها مقاومت نمی‌کردن، خیلی جاها اسلحه تحویل مردم می‌دادن، خیلی جاها اطلاعات به مردم می‌دادن، اطلاعات درونیشون رو افشا می‌کردن. و این تازه اول ماجراست، یعنی همه حکومت‌ها با این وضعیت مواجهن. چرا؟ چند صد هزار نیرو مسلح داره جمهوری اسلامی، بالاخره به 10,000 تاشون می‌تونه شکمشون رو سیر کنه، پولای کلان بهشون بده، حقوق کلان بهشون بده، خونه‌های ویلاهای نمی‌دونم امکانات سطح بالایی بهشون بده.
و اکثریت عظیمشون نمیده، اونا چه بیحقوقی، محرومیت، تبعیض رو تو خود پادگان ها و تو خود نیروی مسلح میبینن. به اضافه اینکه اون بسیجی میبینه خواهرش، برادرش کلیه داره میفروشه واسه زندگیش، میبینه برادرش دست فروشه دارن تحقیرش میکنن میزننش، میبینه برادرش کولبره مثلا دارن میزنن، میبینه خواهرش تن فروشی داره میکنه زندگیشو تامین بکنه از فقر، میدونه برادرش کارگر ایران تایر و نمیدونم کارگر هفت تپه و کارگر لاستیک سازی و کارگر خود ایران خودرو، میبینه با چه وضعیت داره زندگی میکنه و فساد دستگاه حکومت هم اونم میشنوه طبعا، و بنابراین تای دلش خالیه، میگه من چرا بالاخره حمایت کنم. این اول ماجراست. قطعا روزی میاد ادامه این ماجرا، صدها و صدها هر روز میپیوندن به مردم، و در نتیجه یک معضل نیروی سرکوب اینه که یک دست نیستن و فرماندهی که دستور میده دو روز دیگه میگه اینا اسلحه برمیگردونن به طرف من. الان بخشی از نیروی رژیم صرف کنترل بخش دیگه از نیروی رژیم میشه و خیلیشون حاضر نیستن تو سرکوب شرکت کنن. الان مردم میگن بخششون خیلی با زبون دیگه با مردم رفتار میکنن، کوتاه میان، چیزی نمیگن، میتونن بزنن نمیزنن، میتونن دستگیر کنن نمیکنن، اصلا بخششون مأمور دستگیری نیستن چون میدونن اینا حاضر نیستن اینقدر دیگه واسه رژیم فداکاری کنن. میخوام بگم از همین الان شکاف ها تو بدنه سپاه، تو بسیج، تو نیرو انتظامی، تو همه اینا کاملا دیده میشه و یکی از عوامل شکننده حکومت. خب ما فرصتمون کوتاه، ظاهرا به پایان برنامه نزدیک میشیم. دو تا سوال دیگه داریم، امیدواریم که برسیم این سوال رو تو هم پاسخ بدیم. در همین چند روزه اخیر، شاید بگیم در همین ساعات اخیر، ما به یک خبرایی شنیدیم در رابطه که مدیریت هفت تپه ظاهرا عوض شده، یک ماه حقوق بازنشستگان فولاد به حسابشون ریخته شده، بخشی از مرز ایران و کردستان عراق که محل عبور و مرور کولبرا بوده باز شده. یک اقدامات این چنینی که در واقع قطره از دریای بی‌حقوقی هست که مردم ایران، 80 میلیون مردم ایران دارن تحمل میکنن، این اقدامات برای چی هست؟ آیا جمهوری اسلامی فکر با این اقدامات میتونه این اعتراضات رو ساکت بکنه؟ خیلی هم سخاوتمند نیستن. یه ما حقوق بازنشسته که باید سر وقت بهش میدادن، چندرغاز حقوقشو دادن، ولی در این حال نشون میده که میگن ممکنه بازنشسته هر روز بریزن تو خیابون، ممکنه کارگرای هفت تپه و خانواده‌هاشون دوباره بیان شلوغ کنن، ممکنه کولبرا تو کردستان ده ها هزار کولبر ناراضیان و اونا میپیوندن به اعتراضات. شاید مرز باز کنیم، ولی حتی سخاوتمندم نیست آخه این حکومت، نمیتونه. ولی این شروع ماجراست. بله. 4 روز دیگه هم امتیازات اقتصادی شروع میکنن دادن، مثلا میگن دستمزدها رو 30% اضافه میکنن. ولی نمیتونن، مشکلم دارن واقعا مونده این رژیم. اگه میتونست میگفت 50% اضافه میکنم. خب این باعث میشه که اعتراضات متوقف بشه. خب مردم میخندن به اینا، اینا خواسته یک مردم راش جنگیدن. کارگر بازنشسته میگه اولا همه ماها باید حقوق منو مرتب بدین، چرا ندین؟ دوم اینکه این چندرغاز به درد من نمیخوره، باید 5 برابر بشه، حداقل باید 4 میلیون بشه. خواسته اونا ایناست. به اضافه این تازه اونا گوشه از خواسته مردمه. مردم نه حکومت مذهبی میخوان، نه حکومت ضد زن میخوان، نه حکومتی که اینقدر فاسده میخوان، نه حکومت آیت الله رو میخوان، نه حکومتی که این همه فقر و بدبختی. این حکومت مردم تشنه خونه این حکومتن و در نتیجه با این چیزا معلومه مطلقا اگه 10 تا امتیاز دیگه هم بده، فقط مردم به نظر من امیدوارتر میشن، با روحیه تر میشن، میگن شکنندگی رژیم، اعتراضات شروع شد، پس ما میتونیم اعتصابات رو ادامه گسترش بدیم، پس ما میتونیم تجمعاتمون رو ادامه بدیم، وقتشه که بنابراین بریزیم و قوی تر واسه خواستمون مبارزه کنیم. معلومه رژیم الان وقت عقب نشینیش میتونه با گسترش اعتراض ما خیلی بیشتر و بیشتر باشه. بسیار عالی، صحبت از اعتصاب کردید، 2 دقیقه فرصت داریم در رابطه با اعتصابات هم خوبه یه صحبتی بکنیم، به در رابطه نقش فعالین، تشکل‌ها و اینکه چه قشری از جامعه، به طور مثال دانشجویان، معلمان و چه قشرهایی از جامعه میتونن اعتصابات رو پیش ببرن و نقش فعالین در به هر حال اقدامات اینچنین و تشکل‌ها چی میتونه باشه؟ مثلا اولین مسئله، صحبت اولی کردیم، اون بی‌افقی رژیم، بنبست رژیم و فعالین، به نظرم باید بگن به مردم، بگن رژیم قدرت مطلقه نیست، وضعیت بسیار شکننده ای داره و دیر یا زود برای هیچ خواسته ما رو رسیدگی نمیکنه و هر روز داره وضعمون بد میشه، با این بودجهش هم خواب بدتری واسه سال آینده واسه ما دیده. بنابراین وقتشه که ما حتی اگر نمیتونیم با خواست سیاسی اعتصاب بکنیم، اعتصاب کنیم بگیم چرا دستمزد ما رو ندین، چرا دستمزد ما اینقدره. اما اعتراضات که هر روز داشتن الان میشه ابعادش خیلی وسیع تر کرد. دو، به نظرم دانشجوها به عنوان مثال
که ترس اخراج و ترس به اصطلاح نون از دست دادن و ناناور خانواده اکثرا نیستن، آماده ترین نیرو هستن که 1-2 میلیون دانشجو اعتصاب کنن. معلم‌ها به نظر من با مبارزاتی که داشتن، اعتراضات سراسری که داشتن و حمایت خانواده و دانش آموزا که دارن، میتونن الان دست به اعتصاب بزنن. اینا آماده ترین نیروان واسه دست زدن به اعتصاب و کل جامعه اون وقت میره به طرف اعتصاب. الان هنرمند و نویسنده و تشکل‌های مختلف و همه مردم دارن یه جوری میان وسط و فرصت و زمینه خیلی خوبیه که اعتصاب شروع بشه و با این واقعا کمر جمهوری اسلامی شکسته بشه. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما اسخر کریمی که در این برنامه همراه ما بودید و همچنین شما بینندگان گرامی که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. برنامه 30 دقیقه پخش مستقیم سازمان جوانان کمونیست در تلویزیون کانال جدید اینجا به پایان میرسه. جا داره تشکر کنم از همکارانم در امور فنی، داوود غفاری و همچنین سعید جهان در بخش اخبار و گزارشات، کیان آذر مدیر برنامه و همچنین تیم پرتلاش تلویزیون کانال جدید، آیین اسخرزاده، کیوان جاوید و جمیله فرزان.